کابل است. محلی که همسانه جشن دهقان و نمایشگاه های زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان برگزار می گردد. امروز چهارشنبه 8 ماه عقرب سال 1392 که مصادف است با 30 اکتبر سال 2013 میلادی، این نمایشگاه زیر نام نمایشگاه بین المللی زراعتی کابل قرار است تدویر گردد. این نمایشگاه برای 3 روز برگزار می گردد. در این نمایشگاه تمامی محصولات زراعتی افغانستان و همچنان ابزار زراعتی به نمایش قرار خواهد گرفت. هدف از برگزاری این نمایشگاه همانا و انظار قرار دادن محصولات زراعتی باغداران، مالداران، زراعت میکانیزه و تولید محصولات افغانی به شیوه های مختلف و به دسترس قرار دادن این محصولات جهت استفاده هموطنان عزیز و بازاریابی تولید کنندگان در داخل و خارج کشور برای تولیدشان و همچنان در رقابت قرار گرفتن تولیدات زراعتی افغانستان در برابر صادرات کشورهای خارجی تشویق و زمین سازی برای زارعین و مالداران و متشبثین خصوصی کشور، بلند بردن سطح آگاهیشان در شیوه های تولید از اهداف عمده برگزاری این نمایشگاه می باشد. در صبح اتراگین 8 عقرب، اراکین بلندپایه دولتی و مهمانان کشورهای خارجی، تاجران ملی و بین المللی و متشبثین خصوصی با جمعی از علاقمندان در برگزاری نمایشگاه بزرگ حضور به هم رسانیدند. پس از تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، مدعوین به احترام سرود ملی کشور به پا ایستادند. سپس وزیر زراعت و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان با ایراد بیانیه‌شان در تدویر این نمایشگاه با صحبت محترم عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری رسما آغاز گردید که ایشان در بیانیه پرمحتوایشان چنین ارشاد فرمودند: دهقانان سراسر کشور امسال با توجه به خدماتی که با آنها در بخش‌های مختلف عرضه شده، حاصلات بهتر و دستاوردهای هم نظیر داشتند. بر اساس آماری که در جریان سال به دست آوردیم، در بسیاری از مناطق کشور حاصلات رشد بی سابقه ای داشتند و زارعان از بابت این افزایش مفاد بیشتری به دست آوردند. با امید آن روزی که در گوشه گوشه افغانستان سال آرامش، امنیت و قرار شود و تمام مهمانان ما، زارعین ما، کشاورزان ما با دل راحت و فکر آرام رشد زراعت خود را بیشتر وجود بیارند. اینی تخم پاش است که هم تخم متوسط جی پاش میشه و اینی توسط روگریش قلبه میکنه. خود جی جا میشینه نم یه سالکایی میرم تا چند سال پیش میوه افغانستان بازار برای فروش نداشت. دهقانان و باغداران شکایت داشتند که زحمت های یک ساله ایشان به دلیل نبود بازار فروش ثمر چندانی نداشت.
اما در سالهای اخیر با برگزاری نمایشگاه شماری از تاجران خارجی میوه های افغانستان را به کشورهایشان انتقال میدهند. انار قندهار، خربوزه شمال و اخیراً کچالوی بامیان خریداران زیادی پیدا کرده است. در این نمایشگاه که به ابتکار وزارت زراعت و مالداری راه اندازی گردیده و به همت والای دهقانان پرتوان و باغداران عزیز کشور و همچنان تاجران ملی و متشبثین خصوصی که در شکل دادن و تدویر آن از هیچ گونه همکاری دریغ ننمودند، امروز ما شاهد برگزاری آن با شور و شعف مردم و بازدیدشان از این نمایشگاه به عنوان دستاورد خودشان هستیم. در این غرفه ها ما تولیدات متنوعی را که همه محصولات کشور است میبینیم و اگر زمینه فروش در بازارهای خارجی برای این محصولات زراعتی و باغداری مهیا گردد، سطح تولید به گونه سرسام‌آور بالا خواهد رفت که تأثیر مستقیم به زندگی دهقانان و مولدین افغان خواهد داشت. افغانستان که امروز کشور مصرفی به شمار می رود، با چنین ابتکارات می توان گفت ما به سوی خودکفایی در حرکت می شویم. ما نیاز به زمان طولانی در این عرصه نداریم. نیروی کاری و با تجربه وجود دارد. فقط نیاز ما به تفکر بیشتر، ارتباطات و ابتکار عمل است. چگونه باید زمینه های رشد و استفاده از آن چه در اختیار داریم و به کدام شیوه از آن باید استفاده برد خود مهیا سازیم. امسال چی تغییرات آمده از پارسال سال دیگه؟ از پارسال چی از سویبین سرد سویبین و فعلا علم دخمهش هم تولید میکنیم و ضمن نجیس هم یکی از دومو فابریکه پروسس سویبین داره. از سویبین اسوسیشن شماری از دهقانان، تاجران و متشبثین خصوصی که در این نمایشگاه غرفه داشتند از برگزاری چنین نمایشگاه ابراز رضایت کردند. آنها گفتند که با برگزاری چنین نمایشگاه‌ها تاجران داخلی و خارجی با محصولات زراعتی و لبنیات افغانستان آشنا می‌شوند و این آشنایی زمینه خرید و فروش محصولات را فراهم می‌سازد. امروز که آمدیم که این نمایشگاه ما برنامه‌ی همین موادات خود به نمایش گذاشتیم، بسیار خوب برنامه است که هر سال همین برگزار میشه و ما میایم برنامه را همین موادات که آوردیم از تولید تخم‌های خانگی است که اینو به فروش به نمایش گذاشتیم. این یک بسیار آگاهی خوب برای خانم‌ها میته و برای مردم قریه میته. Visitare questa fiera ritengo che sia un passo molto importante per la crescita e lo sviluppo di questo paese. ما نو دو هفته شروع شد. از این بود میخوایم به خارج هم روان کنیم. ما به طور عموم تمام محصولات داخلی افغانستان و محصولات زراعتی شه از بخش میوه‌جات خشک و حبوبات از تمام ولایت افغانستان جمع‌آوری میکنیم، خریداری میکنیم از دیاقین و از کوپراتیف ها و اونا رو به ولایت هرات با ماشین‌آلات پیشرفته‌ای که داریم پروسس میکنیم. اچار از سرکه، جوس از و غیره رو بس این چیزا رو تولید میکنیم و به خارج ما صرف پلپ انار روان میکنیم و انگور رو پاکستان روان میکنیم. Many people have spoken about 2014 and after 2014. For us, you know, we expect the best for the country, but for us, it is not a problem. I mean, our project has to run up to 2015. We have new project who are coming, and I think that you have in your country many. Capacity, I mean, and we have tried now working on the honey, for instance, for the exporting the honey in other countries, and you have in the past some French company also. They are coming. They invest. Jigunder rauli ji, pumbam rauli da, aw gule afta parasam rauli da, aw dagat juarim rauli ji. Kum vilayat sa khata sir. In the Baglan, the Takati farm nam rauli ji. دی پوزیشن او چالت ز پایس دی مدیر دی پختی کار کوم دی نس پروژه سره. ما میخوایم به صراحت دعا کنم که سکتور زراعت ما افغانستان به صورت کل و سکتور زراعت ما به خصوص یک سکتور بسیار خوب برای سرمایه گذاری و برای و یک سکتور بسیار پرسود برای سرمایه گذاری است. ما فرصت های سرمایه گذاری را در عرصه های مختلف داریم. مثلا یک از عرصه هایی که دو میتونه سرمایه گذاری صورت بگیره نباتات طبی است که امو والیو ادیشن در نباتات طبی یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری برای تجارت. ما فرصت های دیگه سرمایه گذاری در عرصه بسته بندی میوه‌جات تازه داریم. ما یکی از کشورهای منطقه هستیم که بهترین میوه های ارگانیک تولید میکنیم و میوه افغانستان از کیفیت و شهرت خوب در منطقه برخوردار است. بسته بندی و
پکیجینگ از یک فرصت بسیار خوب سرمایه گذاری برای سرمایه گذارا است و بر علاوه از این فرصت های بیشمار برای سرمایه گذاری برای تجار و سرمایه گذارا وجود داره. دولت افغانستان تسهیلات زیادی را برای سرمایه گذارا در نظر گرفته و این نمایشگاه ما بیانگر این داست که ما میبینیم که در اطراف شما در این نمایشگاه دیده میشه که ما حدوداً 200 غرفه نمایش محصولات زراعتی داریم و در این 200 غرفه 150 شرکت داخلی و خارجی محصولات خود را به نمایش گذاشتن و یا شرکت های هستند که در افغانستان سرمایه گذاری کردن. در این نمایشگاه انار قندهار، سیب بدخشان، بادام دایکندی و بوته‌ها و گل‌های سبز خانواده سیتروس ننگرهار توجه بیشتر بینندگان را به خود جلب کرد و هزاران تن در 3 روز از این نمایشگاه دیدار کردند. آنچه را که مقام‌های وزارت زراعت و مالداری پیش بین بودند و هدفشان از برگزاری نمایشگاه معرفی و شناسایی محصولات زراعتی افغانستان برای مارکت‌های داخلی و خارجی بود، به آن نائل گردیدند. این نمایشگاه خزانی درست موقعی برگزار گردید که در این فصل تمام میوه‌های افغانستان پخته می‌شود و برای فروش وارد بازار می‌گردد. در جریان تدویر 3 روزه بسیاری از تاجران بین‌المللی با عقد قراردادها خواهان خرید میوه افغانستان و انتقال آن به کشورهایشان شدند که این گونه عقد قراردادها در روحیه باغداران و متشبثین خصوصی تأثیری و سزایی خواهد داشت. بر علاوه این نمایشگاه فرصت خوبی را برای شناسایی و تأمین ارتباط بین دهقانان و باغداران را فراهم می‌سازد که در تولید بیشتر محصولات نقش ارزنده‌ای دارد. خانواده ها با دلچسپی خاصی از محصولات کشورشان که تا آنگاه بی خبر بودند با تدویر نمایشگاه در ابعاد مختلف از محصولات کشور به آگاهی لازم دست یافتند و در برداشت از تدویر نمایشگاه اظهار خرسندی و ابراز نظر مثبت داشتند و از آن استقبال نمودند. این نمایشگاه که برای 3 روز ادامه داشت با شور و شعف هنرمندان و بازی اکروبات و به گونه ای از سرگرمی ها برای مردم امراه بود. احمق خونست.
به خاطر فضای گرم و جهت لذت بردن مردم از این نمایشگاه بین المللی، گروه سازماندهندگان این جشن باشکوه برای تفریح بیشتر تماشاچیان و سهم هنرمندان به ویژه آوازخوانان محبوب کشور و علاقمند به این نمایشگاه بزرگ دعوت به عمل آوردند تا با آواز گیرا و دلنشینشان مردم را گرد هم آورند و با هنرشان احساسات گرم آنان را به شور و شعف آورند. در غروب روز سوم این نمایشگاه با فضای گرم و صمیمانه و با دستاورد بزرگ از هدفی که وزارت زراعت و مالداری از تدویر نمایشگاه بین المللی زراعتی داشت به پایان رسید.